بخش پانزدهم از رمان چراک ها را من خاموش می کنم. روزم بد شروع شد. تا آرتوش پرسید عینکم رو ندیدی؟ گفتم روی پیشونی من ننوشتن معمور پیدا کردن اشیای گم شده. نان ساندویچی برای خوراکی زنگ تفریح بچه ها نداشتم. پول دادم بیسکویت بخرند. چشمهای دو که برق زد گفتم چیپس و نه فقط بیسکویت اونم بعد از نهار سعی کردم یادم بیاید نهار خوری مدرسه آن روز چه غذایی می دهد و بچه ها اون غذا رو دوست دارن یا نه برنامه نهارخوری یادم نیامد در عوض یاد حرف نینا افتادم که اگر مثلا میگفتم امروز مدرسه خوراک ماهیچه داره بچه ها دوست ندارن اخ میکرد که دوست دارم دوست ندارم یعنی چی بچه باید عادت کنه هر چی گذاشتن رو میز بخوره پایین روپوش آرسینه را که تا شده بود صاف کردم و فکر کردم شاید هم حق با نیناست آرمن اسکناس را گذاشت توی جیب و بی حافظی از خانه بیرون زد از دیروز چند بار با دوغلوها دعوا کرده بود با من و پدرش حرف نزده بود و تقریبا چیزی نخورده بود حوصله نکردم یادآوری کنم که مبادا باز از مدرسه بزنی بیرون دنبال نون لواش پسرهای دبیرستان میگفتند خوراکی از منزل آوردن کار بچه ننه هاست برای اینکه بچه ننه نبودن خودشان را ثابت کنند هر روز یکی معمور میشد از مدرسه در برود و از نانوایی نان لواش نان بخرد خدا میداند چند بار برای این کار آرمن رفته بودم دفتر مدرسه و آرمن گل داده بود نکند و باز کرده بود دست در دست دو گلوها به حیات رفتم وسط راهباری که پرسیدم باز چه شده؟ به آرمن اشاره کردم که پشت به ما در فلزی را باز میکرد. دو گلوها به هم نگاه کردند. بعد به من. بعد شانه بالا انداختند که نمیدونیم. گفتم چون دیشب امیلی نیومد. این بار بدون اینکه به هم نگاه کنند سعی کردند نخندند. اتوبوس مدرسه بچه ها را سوار کرد و راه افتاد. صدایش دور و دورتر شد. در فلزی را بستم از راه باریکه گذشتم وارد خانه شدم تا خواستم در را ببندم و نفس بلندی بکشم که تا عصر تنهام صدای استارت کمجان شورلت را شنیدم روشن نشدن شورلت جز برنامه های ثابت زندگی بود آرتوش کاپوت را بالا میزد و خیره میشد به دل روده کهنه و جابجا جا زنگ زده ماشین بعد با شلنگ هایی بر می رفت که نمی دانستم چی رو به چی وصل می و مطمئن بودم آرتوش هم نمی میپرسیدم روشن نشد؟ آرتوش می گفت هم. چند لحظه همراهش خیره می شدم به موتور ماشین و فکر می کردم این مریض روبه مرگی که به زور سرم و دوا زنده نگهش دارم. می گفتم تاکسی خبر کنم یا تلفن کنم به آقا سعید. اگه دیرش شده بود میگفت تاکسی مثل جراحی که به پرستار بگه قیچی و اگه عجله نداشت و ماشین هم رضایت نمیداد لک گلوک کنم برود تا تعمیرگاه میگفت تلفن کن به آقا سعید مثل جراحی که به پرستار بگوید خون تزریق کنید آقا سعید صاحب تعمیرگاهی نزدیک سینما خورشید بود هر بار آرتوش و شورلت را میدید می خندید دست های سیاه شده را میگذاشت روی موهای وزوزی سیاه ترش و میگفت باز شویجان خراب شد تقریبا هر بار که آقا سعید میامد بالای سر شورلت دور از گوشه آرتوش به من میگفت خانم مهندس اگه شما ببخشین و مثل خانمای دیگه یکم گربه بزنین به جون شوهرتون آقا مهندس حتما یه ماشین مدل بالا میخره و وقتی که می گفتم مهندس با این ماشین اخت شده آقا سعید سرتکان می داد و زیر لب می گفت راستش سر از کار شما و آقا مهندس در نمیارم مشتری های شرکت نفت تا تقی به توقی میخوره و حقوق زیاد میشه و گرید میره بالا اولین کار عوض کردن خونه و ماشینه ولی شماها برای شربت یا چای می بردم می گفتم رتبه و حقوق چه رفتی به خونه و ماشین داره؟ شربت یا چای را سر می کشید و می گفت نداره؟ به جای رفتن و ایستادن کنار ماشین و شرکت در مراسم همیشگی تکیه دادم به دیوار راه رو چشمها را بستم و بلند گفتم خدایا روشنش کن میخواستم تنها باشم میخواستم خیلی زود تنها باشم سرم درد میکرد و بیه و بودم با صدای روشن شدن ماشین چشم ها را باز کردم اما تا آرتوش دنده عقب از گاراژ بیرون نرفت و توی خیابان نپیچید و صدای ماشین دور نشد نگفتم خدایا متشکرم رفتم به آشپزخانه نشستم پشت میز و سر خودم داد زدم معلوم هست چه مرگت شده از جب کلینیکس دستمالی بیرون کشیدم گذاشتم روی چشمهایم و یاد پدرم افتادم وقتهایی که حالم خیلی بد بود یاد پدر می افتادم وقتهایی هم که حالم خوب بود یاد پدر می افتادم مثل وقتهایی که شاخه گیاهی که در آب گذاشته بودم ریشه می داد. یا غذایی که بار اول می پختم، خوشمزه می شد یا آرمن نمره خوب می گرفت شروع کردم به ریز ریز کردن کلینیکس فکر کردم چرا همیشه در بدحالی یا خوشحالی یاد پدر میافتم سر بلند کردم به دو نقاشی نگاه کردم که چسبنده بودم به در یخچال یکی مال دو قلوها بود هدیه روز مادر سال گذشته قلب ها و گل های بزرگ و رنگارنگ رنگ که وسط هر کدام نوشته بودند دوست داریم دومی نقاشی آرمن بود مال چهار پنج سالگی با آبرنگ زرد طرح مثلا زنی را کشیده بود توی دستای زن که شبیه دست نبود دایره سبزی بود شبیه سری با دو چشم وقتی که پرسیده بودم چی کشیدی گفته بود ماما که آرمن بغل کرده دست زیر چانه به نقاشی نگاه کردم و فکر کردم دیگه هیچ وقت اینجوری بغلت نمی کنم. چشمم افتاد به پیشخان و بسته را دیدم بسته که امیل سیمانیان روز قبل وقتی که خودم و خودش توی حیات دنبال مادرش میدویدیم داده بود دستم چطور تا الان یادش نیفتاده بودم بسته را برداشتم رفتم اتاق نشیمن در بلبشوی دیروز عصر و دیشب عجیب نبود که فراموشش کرده باشم لم دادم توی راحتی چرمی و بازش کردم یکی از کتاب های ساردو بود که گفته بودم نخوندم. بالای صفحه اول نوشته شده بود برای کلاریس که میتوانم روزها و روزها به حرفهایش گوش بسپارم. کتاب را بستم. اتاق خیلی هم خنک نبود ولی سردم شد. دوباره کتاب را باز کردم و جمله را خواندم. انگشت کشیدم روی نوشته. فکر کردم چه خط نرمی یک دست و یک اندازه و مورب خط ارمنی خودم صاف بود حرفها را تک تک می نوشتم و اوهایم شبیه مستطیل های کوچک بودند خط امیل انهناهای هم اندازه داشت و به هم پیوسته بود و نرم بدحالی و بیحسلگی کم کم از بین رفت مثل آب که ریز ریز به جوشد و بخار شود حس کردم سبک شدم حس کردم حالم خوب شد با خودم گفتم یعنی حرفهام براش جالب بوده یعنی حوصلش سر نرفته یاد دستش افتادم که زیر چانه زده بود و ساعتش که بند چرمی سفید داشت توی حیات دو گور باقه به نوبت صدا می کردند به پنجره نگاه کردم و فکر کردم شاید این دوتا هم دوست دارند با هم گپ بزنند. گل کاغذی های پشت پنجره انگار برایم سرتکان می دادند. کتاب را برگرداندم و پشت جلد را خواندم. خلاصه ای بود از موضوع داستان. مردی از جوانی عاشق دختری است و تنها آرزویش رسیدن به دختر حالا درگیر مسائل سیاسی شده و در انتخاب بین عشق و به قول خودش تعهدات اجتماعی مردد مانده. آمدم به صفحه اول و یک بار دیگر جمله امیل را خواندم. ورق زدم، رسیدم به فصل اول، شروع کردم به خواندن. مرد داستان هنوز دچار تردید بود و دختر برای قانع کردنش به هر شگردی متوسل میشد که تلفن زنگ زد. به ساعتم نگاه کردم و باورم نشد. آخرین بار که اینقدر طولانی یک نفس و بیوقفه کتاب خوانده بودم کی بود؟ به گل گارنیک موتور نینا مثل همیشه روشن بود و صدایش زنگ دار. من یکی که هنوز گیجم. حالا راستی راستی قضیه جدی شده یا باز آلیس خیالات برش داشته؟ ویولت تا شنید گفت از همون اول معلوم بود یوپ از آلیس خوشش اومده پس ماها حواسمون کجا بود؟ منو باش که میخواستم برای ویولت جورش کنم خب بدم نشد آلیس واجب تر بود قشقش خندید بعد صدایش را پایین آورد و پچپچ پچ کرد چند بار شنیدم گفت امیل سیمونیان و تو گفتم چی گفتی؟ بلند گفت هیچی میایی امروز عصر سری به بازار بزنیم صوفی جد کرده کلاه بره بخرم بدون اینکه فرصت بدهد بگویم میایم یا نمیایم گفت پس تا عصر ویولت سلام میرسونه خدا حافظ تا عصر اینکه آلیس ماجرایی را که هنوز نه به بار بود و نه به دار برای همه تعریف کند عجیب نبود ولی نینا درباره امیل چی گفت؟ چرا پچ کرد؟ چرا گفت بعدم میگم؟ رفتم حیات پشتی به سبزی هایی که کاشته بودم سر زدم و چند تا گوجه فرنگی چیدم. سر بلند کردم و به درخت کنار نگاه کردم. لابلای شاخه ها دولانه گنجشک بود. گنجشک چاق و چلهی پرید رفت توی یکی از لانه ها. چیزی به نکت داشت. از توی لانه صدای جیک جیک ضعیفی آمد. فکر کردم برای بچه ها غذا برد. هوا داغ بود و همه جا ساکت. برگشتم تو. زیر لب آواز می خاندم. برای اسرانی بچه ها به قول خودشان ساندویچ پنیر توفر درست کردم. روی تکه های نان رول پنیر ورقی چیدم و نانها را گذاشتم توی فر. منتظر برشته شدن نانها و آب شدن پنیر فکر کردم تا حالا چند بار اسرانه درست کردم چند بار نهار چند بار شام قیجه در فلزی آمد و صدای دویدنشان روی راهباری که صوفی گفت مامانم گفت بیام خونه شما خودشم الان میرسه گفتم دست و رو بشویند، اسرانه بخورند و حاضر شوند برای کلاس پیانو. آرمینه گفت چه خوب می شد صوفی هم با ما می کلاس پیانو. آرسینه گفت خیلی خوب می شود صوفی هم با ما می کلاس پیانو. دوتایی رو کردم به صوفی. آرمینه گفت از دست فارسی هفت زدن میس جودی آرسینه جمله را تمام کرد میمیری از خنده داد زدم آرمن اسرانه از پشت در اتاق داد زد قشنم نیست دخترها یواشکی خندیدند تا نگاهشان کردم آرمینه گفت به خدا ما نمیدونیم ولی آرسینه ادامه داد ولی شنیدیم با امیلی آشتی کرده صوفی گفت لابود برای همین گشنش نیست ستایی زدن زیر خنده رفتم طرف تلفن که داشت زنگ میزد خانم سیمونیان گفت امیلی کلاس پیانو داره و از امیلی شنیده که دوگلوها هم کلاس پیانو دارن. امیلی با دوگلوها بیاید کلاس چون برای امیل کار پیش اومده دیر میاد منزل. خودش هم کمر درد داره. نمیتونه امیلی رو ببره. نه خواهش میکنم. نه اگه زحمتی نیست. نه حتی سلام و خداحافظی معدبانهی. هنوز گوشی رو درست نزاشته بودم که آرمن از اتاقش بیرون پرید. برم دنبال امیلی؟ ابروهایم که بالا رفت به من نم من چیز امیلی توی اتوبوس گفت کلاس پیانو داره و چیز من تصمیم گرفتم دوباره پیانو یاد بگیرم. هرس خوردنم از بیادبی خانم سیمونیان یادم رفت و از قیافه آرمن خندم گرفت. همون وقت نینا در خانه را باز کرد. واه واه پختم از گرما. آرمن سلام گفته نگفته از وسط ما دوتا گذشت و از در بیرون زد. نرسیده به در حیات برگشت داد زد. توی ایستگاه منتظریم. نینا به من نگاه کرد. این یکی چه شده؟ نگاهم را به سقف دوختم. عاشق شده. منتظر قشقش خندش بودم ولی فقط سر تکان داد انگار این روزا چیزی قاطی آب شهر کردم رو به آشپزخانه داد زدم بچه را بیفتید امیلی بلوز سفید و شلوار سیاه پوشیده بود کتاب های نوت را چسبانده بود به سینه تکیه داده بود به میله علامت ایستگاه و سرش پایین بود با نوک کفش سنگ کوچکی را روی زمین عقب جلو می کرد موهای صاف و بلندش ریخته بود توی صورت. آرمن جلوی امیلی میرفت و می آمد و دستا را تکان میداد و حرف میزد. تا ما رسیدیم ساکت شد. امیلی تون سر بلند کرد و سلام کرد. موها ریخت به دو طرف صورت. نینا گفت چه بچه نازنینی؟ توی دلم گفتم بچه؟ امیلی چند لحظه نگاهم کرد. چرا حس کردم فکرم را خوانده نصفی از موها را برد پشت گوش و لبخند زد لبخندی شبیه لبخند دو گلوها وقتهایی که چیزی میخواستند اتوبوس رسید سوار که شدم راننده سلام کرد از دیدنش تعجب کردم سلام آقای عبدی شما که خط پالایشگاه کار میکردی خندید چه کنیم خانم پیشرفت کردیم شما خوبید سلامتید با زحمتهای ما گفتم چه زحمتی بچه بهتر شد؟ بچه ها یک به یک گفتند پاس و از جلوی راننده گذاشتند. آقا عبدی خندید و گفت پری روز مسافر تهرونی داشتم شنید مسافرهای شرکت نفتی یه چیزی میگن و پول بیدید نمیدن. به جای پاس گفت ماس خندیدین و آقای عبدی دگمه بستن در را زد و رو کرد به من شکر خدا بچه خیلی بهتره آوردیمش خونه خانم خواهرتون خیلی محبت کردن تشکر نینا از پشت سوقل زد ده برو ده اتوبوس چند نفر بیشتر مسافر نداشت دوگلوها و صوفی رفتن ته اتوبوس آرمن و امیلی نشستن صندلی پشت راننده و نینا تقریبا حولم داد طرف صندلی دیگری دور از بچه ها. داشتم میگفتم بچهش مریض بود به آلیس گفتم توی بیمارستان که نینا پرید وسط حرفم خیلی خوب خیلی خوب حالا تو با همه راننده ها و باق و ولول شرکت دوست نبودی و به همه نمی رسیدی شب ما روز نمی شود. نگاهی به پشت سر انداخت و سرش رو آورد دم گوشم از همسایه جدیدت بگو مگه اسمش سیمونیان نیست مگه زنش نمرده چند لحظه نگاهش کردم چرا زودتر منظورش رو نفهمیده بودم حالا که فهمیدم چرا یهو بیحوصله شدم چرا اینقدر هوا گرم بود چرا نمی رسیدیم تا برسیم به ایستگاه خانه میسجودی که بوارده جنوبی بود هرچه درباره ساکنین جی چهار می به نینا گفته بودم نرسیده به ایستگاه ایستادم زنگ پیاده شدن را زدم به نینا گفتم تا بچه ها کلاسشون تموم شه می رویم برای صوفی کلاه می خریم و برمیگردیم. نینا گیچ نگاه هم کرد کلاه؟ به بچه ها اشاره کردم پیاده شن و به نینا که هنوز نشسته بود گفتم پاشو رسیدیم خودت گفتی میخوای برای صوفی کلاه بره بخری؟ از جو بلند شد فعلا کارای مهم تر از کلا خریدن دارم ببینم پنجشنبه شب مهمون که نیستی تا گفتم نه گفت پس مهمون داری با راننده خداحافظی کردم پشت سر همه پیاده شدم و با خودم گفتم کلاه بره تو این گرما به گل مادر به من بگو خر اتوبوس ایستگاه منزل ما ایستاد و پیاده شدیم به امیلی نگاه کردم که همراه بچه ها داشت می آمد طرف خانه ما قبل از اینکه حرفی بزنم گفت مادر بزرگ گفتن چند ساعتی منزل شما باشم توی دلم گفتم مادر بزرگ برای همه تعیین تکلیف می وارد آشپزخانه شدم. مادر و آلیس را دیدم که زودتر از ما رسیده بودند. بارها به مادر گفته بودم کلید یدک خانه را برای وقتهایی که مسافرت هستیم پیششان گذاشتم که اگر اتفاقی افتاد بتوانند در را باز کنند. فایده نداشت مادر و آلیس که بی خبر سر زدن عادتشان بود اگر کسی خانه نبود کلید میانداختند و میآمدند تو. آلیس نشسته بود پشت میز و ناخون سوهام میزد مادر ایستاده بود روی صندلی و کوزه های گلی بالای قفسه ها را گردگیری میکرد. تا وارد شدم جواب سلامم را نداده گفت امان از تو و آشکالایی که همه جای خونه چیدی؟ عین خدا بیا مارس. گفتم کی به تو گفت بری بالا؟ آشقین هفته پیش قفسه ها رو گردگیری کرده. مادر از صندلی پایین آمد. گردگیری آشخن به درد خودش میخوره و با نینا سلام احوال پرسی گرمی کرد پس دلگیری از نینا تمام شده بود صدای شورلت آرتوش آمد نینا والیس روبوسی کردند و نینا خبر مهمانی پنجشنبه شب را داد دو گلوها و صوفی دست زدند و بالا و پایین پریدند آخ جا مهمانی ورجه رفتند طرف امیلی آرمینه گفت تو هم باید بیایی آرسینه گفت باید بیایی آرمن به امیلی نگاه کرد امیلی سرزیر انداخت اگه مادر بزرگ اجازه نینا گفت نگران نباش مادر بزرگ و پدرتم دعوتم. آلیس بی آینه ماتیک میزد. زد. یوب عاشق غذاهای ماست مادر گفت کلاریس براش فسنجون درست میکنه پس دلگیری از مرد هلندی هم تمام شده بود آرسینه به آرمینه گفت حالا ادای میسجودی زود باش ادای میسجودی آرمینه نوک پا بلند شد و انگشت سبابه را گرفت طرف آرمن این دفعه تصمیم جدی داری پیانو یاد بگیری یا دوباره بازیگوشی میکنی آرسینه به جای آرمن جواب داد تصمیم جدی دارم آرمینه ابروها را داد بالا و لبها را گنچه کرد پس با امیلی اینجا توی لیوینگ روم باش تا صدا کنم صوفی دست گذاشت روی شکم و وسط خنده گفت درست همین جوری گفت نینا نیشکونی از لپ آرمینه گرفت ای بلا گرفته مادر گفت گربون سر و زبونت آلیس لوله ماتیک و سوهان ناخون به دست از خنده دلا شد امیلی زیر چشمی به آرمن نگاه کرد و آرمن گفت هههه هه, هه آرتوش وارث شد و دو گلوها پریدند بغلش رو گفتند پنجشنبه شب مهمون داریم صوفی و امیلی و همه و همه از کلاس پیانو تا خانه خواسته بودم حرف بزنم خواسته بودم بگویم نه و نینا مجال نداده بود حالا هم تا دهان باز کردم دست گذاشت روی شانم خودم کمکت می کنم تو لازم نیست دست به سی و سفید بزنی بعد دستش را سراند پشتم و تقریبا حلم داد طرف در آشپزخانه. تو فقط برو همسایه ها رو دعوت کن باگیش با من آرتوش دو گلوها را بوسید و گفت بعد هم نیست من و امیل شطرنج میزنیم از آشپزخانه بیرون رفتم و فکر کردم کاش پیاده سیاه را انداخته بودم توی سطل آشکال نفهمیدم در خانه را پشت سر بستم یا نه از راه که گذاشتم در فلزی را باز کردم و به جای رفتم به آن طرف خیابان از بغل جوی آب راه افتادم طرف میدان وسط محله عصبانی بودم از دست نینا که به زور مجبورم کرده بود مهمانی بدهم چون میخواست به قول خودش ویولت و امیل را با هم جور کند از دست آلیس که فقط به فکر خودش بود از دست مادر که به فکر آلیس بود از دست بچه ها که خوشحال بودند و از دست آرتوش که فقط به شطرنج فکر میکرد چرا کسی به فکر من نبود؟ چرا کسی از من نمیپرسید تو چی میخوای؟ ور مهربان ذهنم پرسید تو چی میخوای؟ جواب دادم میخواهم چند ساعت در روز تنها باشم میخواهم با کسی از چیزهایی که دوست دارم حرف بزنم ور ایرادگیر مچ گرفت تنها باشی یا با کسی حرف بزنی؟ از کنار درخت اکالیپتوسی گذشتم دست راز کردم و برگی کندم مچاله کردم و بو کردم چند قدم رفتم و برگله شده را انداختم توی جوی آب. میخواهم بدانم مرد قصه ساردو بالاخره چه تصمیمی میگیرد. گفتم و عقب پریدم. نزدیک بود پا بگذارم روی گرباغه مردهی که وسط پیاده رو پخش زمین بود. انگار چرخ پهنی از رویش رد شده باشد. زیر لب گر زدم لعنت به این شهر با همه گرباقه ها و مارمولک ها و مارهای آبی زنده و مردهش. عصبانی و بی و گرزنان رفتم تا رسیدم به میدان. آفتاب رفته بود اما هوا هنوز گرم بود. از نهر پاه بوی لجب می آمد. روی یکی از نیمکت های دور میدان نشستم. پشت سرم ردیف درخت های بیار بود و بوته های خرزهره با گل های سفید و صورتی. زیر منبع آب وسط میدان گربه لاغری دنبال چیزی کرده بود. ای شاید یا مارمولک. باد داغی آمد و از درختی تخم لوبیا شکلی افتاد روی دامنم. یک آن به نظرم آمد کرم است یا ملخ و تند پرتش کردم زمین. چندشم شد. فکر کردم از وقتی که با آبادان آمدم زندگیم جنگی دائمی بوده با انواع حشره و خزنده که از بچگی متنفر بودم و هنوز هم هستم. حال تحوی مدام بوده از انواع بوها، بوی گاز پالایشگاه، بوی لجن جویها، بوی ماهی و میگوی نمکسود که قاطی با بوی عطرهای عربی بازار کویتیها هر بار می رفتم بازار حالم را بد می کرد و همراه همه اینها و بیشتر از همه اینها گرما و شرجی چرا به این شهر آمدم؟ چرا تهران نماندم؟ یاد خانه من افتادم در تهران حیات کوچک چقدر قشنگ بود کوچه من یادم آمد با چنارهای بلند تابستانها وقتی که ما یا یکی از همسایه ها درخت ها را آب می دادیم بوی خاک خیس بلند می شد. صبح های زمستان هنوز از تخت خواب بلند نشده. میدانستم برف آمده. صبح های برفی نوری که از پنجره اتاق تو می زد با نور روزهای غیر برفی فرق داشت. یاد مدرسه رفتن ها افتادم در زمستان با کلاه و دستکش و شالگردن های پشمی که مادر می بافت. قرش چه برف زیر چکمه ها چه صدای خوبی داشت. چند سال بود برف ندیده بودم چند سال بود پالتو نپوشیده بودم و دستکش دست نکرده بودم دست جلوی بخاری گرم نکرده بودم و توی کوچه ها نکرده بودم که بخار از دهانم بیرون بیاید پشی که داشت میرفت توی دماغم تاراندم اصلا چرا آمدم چرا تهران نماندم چون آرتوش استخدام شرکت نفت شد چون آلیس در بیمارستان شرکت نفت کار گرفت و چون مادر هم با آلیس آمد آبادان مادر برای اینکه با آلیس باشد آمد آبادان یا برای اینکه نزدیک من باشد تا حالا چه کسی کاری را فقط برای من کرده خودم در سی و هشت سالگی چه کاری را فقط برای خودم کردم هوا داشت تاریک میشد نه کسی میآمد و نه کسی میرفت از لابلای شمشادهای دور حیاتها چراکهای خانه ها را می دیدم که تک تک روشن می شدند. سر چرخاندم طرف خیابان خودمان. باید برمیگشتم از تصور کارهایی که باید می کردم دلم گرفت. درست کردن شام، برنامه ریزی برای مهمانی پنجشنبه، بحث با آرمن که حتما جد می کرد تا پنجشنبه شلواری را که مدت بود نشان کرده بود بخرم و از همه مهمتر دعوت از خانم سیمونیان توی دلم گفتم زنی که خودخواه متوقع خیال میکنه همه کلفت و نوکرشن کاش میشد به جای همه این کارها که دوست نداشتم بکنم و باید میکردم لم میدادم توی راحتی سبز و میفهمیدم مرد قصه ساردو بالاخره بین عشق و تعهد کدام را انتخاب میکند سایه از پیچ خیابان پیدا شد